بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باب اندر فرموده الله تعالى كما فرموید تا چون ترس و حراس و دلهایشان برطرف شد میگویند پروردگارتون چی فرمود میگویند حق و اوست بلند مرتبه بزرگ این از حجت های دلالت کننده بر این است که یکان کس مستحق شریک بودن با الله را ندارد زیرا ملائکه ها قریب ترین خلق به الله هستند جز خاصه های فرزند آدم و با وجود این آنان در وقت شنیدن کلام الله تعالی می ترسند ایمان به ملائکه چرا در بر می گیرد ایمان به آنان شامل این است که آنها عالم غیبی هستند الله سبحانه و تعالی آنها را از نور آفریده است. الله را اطاعت میکنند و او را بی‌فرمانی نمیکنند. الله را اطاعت میکنند و او را نافرمانی نمیکنند. آنها دارای ارواح، عقلها، جسدها و قلبها هستند. به آنها و به آن چیزی که الله تعالی از عملهای آنان و صفتهای آنان و نامهای آنان خبر داده است، و خبرهایی که از آنان آمده است ایمان می آوریم فایده های آیت ملائکه ها از الله تعالی می ترسند الله تعالی فرمود پروردگارشان از بالایشان می ترسند اثبات قلب برای ملائکه ها که الله سبحانه و تعالی فرمود تا ترس از دلهایشان برطرف شود اثبات این که آنها جسمان و ارواح خالی از جسم نیستند الله سبحانه و تعالی می فرماید کسی که فرشتگان را رسولان قرار داد دارای بالهای دوگانه و سیگانه و چارگانه دارای عقلند زیرا قلبها جای برداشت عقلهاست اثبات قلب برای الله تعالی از این که آن به مشیت وابسته است اثبات این که قول الله تعالی حق است و حق در کلام الله است اما یکم خبرهای راست دوم عدل در احکام الله تعالی می فرماید و کلام پروردگار تو با صدق و عدل به انجام رسید دلیل علو ذات به طور اجمال پنج تاست یکم قرآن دوم سنت سوم اجماع چهارم عقل پنجم فطرت دلیل دوم در صحیح بخاری از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند هرگاه الله به امر در آسمان فرمان دهد فرشتگان از روی فروتنی در برابر سخن او بالهای خود را به هم میزنند گویا این بانگ زنجیر است بر روی سنگ صاف بر روی سنگ هموار که این حالت همه را از اول و آخرشان در بر می گیرد و چون استراب از دلهایشان برطرف می شود از یکدیگر می پرسند پروردگار شما چی فرمود؟ دیگران می گویند او حق و راست فرمود و اوست بلند مرتبه بزرگ پس این دستور را مستری قسم یعنی جنهایی که پنهانی گوش می کنند می شنوند آنها در بالای یکدیگرند سفیان رحمه الله حالت آنها را به کفی دستش وصل نمود پس کفی دستش را کج نمود و بین انگشتانش فاصله گذاشت پس جن سخنی را که می شنود به جن پایینی خود خبر می دهد پس آن به جن پایینی خود خبر می دهد تا به جادوگر یا فالبین خبر می دهد پس شاید که شهاب او را پیش از خبر دادنش درک کند و شاید که پیش از رسیدن شهاب خبر دهد پس همراه آن سخن صد دروغ دیگر اضافه میکند پس گفته میشود آیا برای ما روز اینچنین و اینچنین اینچنین و اینچنین نگفته بود پس به خاطر آن سخنی که از آسمان شنیده بود تصدیق کرده میشود فایده های حدیث یکم اثبات قلب برای الله تعالی و اثبات بزرگی الله سبحانه و تعالی و از الله تعالی صادر نمی شود مگر حق دوم اثبات بالها و سخن و عقل برای ملائکه ها و
و اینکه آنها میترسند و برای الله فروتنی میکنند. سوم، الله به جنها قوت رسیدن به آسمان را میدهد از روی فتنه مردم. پنجم، بسیاری جن و جسمهایشان سبک است میپرند. ششم، کاهنان از دروغترین مردمند و برای این به آن چیزی که شنیدن دروغهای بسیار اضافه میکنند. هفتم، جادوگر برای جادو شده غیر واقع را نشان میدهد، پس از آن حذر کردن واجب است. هشتم، مرحله های دزدیدن جنها وحی را. یکم، پیش از فرستادن پیامبر صلی الله علیه و سلم دزدی بسیار بود. دوم، وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم فرستاده شد، از دزدیدن وحی منع کرده شدند. سوم، بعد وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم گشته دزدی میکردند، لیکن کم میدزدیدند. دلیل سوم، از نواس ابن سمعان رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: هرگاه الله تعالی خواهد که به امر وحی نماید، به وحی سخن میکند که اهل آسمان ها به لرزه می آیند و از ترس الله عز و جل لرزه سخت آنها را فرا می گیرد. هرگاه این را اهل آسمان ها شنوند، بیهوش شوند و برای الله به سجده روند. پس اولین کسی که سرش را از سجده بلند می کند جبریل علیه السلام است. پس الله سبحانه و تعالی از وحیش آنچه که خواسته بود با وحی سخن میگوید. سپس جبریل به نزد ملائکه ها میگذرد. هر با از آسمان گذرد، ملائکه های آن او را میپرسند: ای جبریل، پروردگارمان چی گفت؟ پس جبریل میگوید: حق گفت و او آل مرتبه بزرگ است. پس همشان مانند گفته جبریل علیه السلام سلام میگویند. بعد از آن جبریل این وحی را به جایی که الله سبحانه و تعالی او را دستور داده است می رساند. فایده های حدیث: یکم، اثبات اراده برای الله تعالی و آن دو قسم است. یکم، اراده شرعی. دوم، اراده کونی. فایده دوم، مخلوقات اگرچه جمادات باشند عظمت الله را حس می کنند. سوم، اثبات چند تا بودن آسمان ها و اینکه برای هر آسمان ملائکه های خاص هستند. چهارم، فضیلت جبریل به حیثیتی که او به امانت وحی مشهور و معروف است و اینکه او امین است. پنجم، اثبات عزت و جلال برای الله سبحانه و تعالی به جایی که الله سبحانه و تعالی او را امر کرده است. یکم، عزت یعنی عزت به معنای غلبه و قوت است و عزیز سه معنا دارد. عزیز است که به او یکان کس بدی رسانده نمیتواند. دوم، عزیز صاحب قدرت است که یکان کس به او در آن شریک نیست. سوم، عزیز غالب و قاهر است. جل یعنی جلال به معنای عظمت است که فوق آن عظمت نیست. مسئله ها: یکم، تفسیر آیت. دوم، در این آیت حجت است بر باطل کردن شرک، خاصتا آنچه که بر صالحان تعلق دارد. این آیت است که در شأن آن گفته شده است. البته این آیت ریشه درخت شرک را از دل میکند. سوم، تفسیر فرمودی الله تعالی که فرمود: گفتند حق را فرمود و او آل مرتبه بزرگ است. چهارم، سبب سوال آنها از این امر یعنی سخت ترسیده نشان بود. پنجم، جبریل علیه السلام بعد این آنان را پاسخ داد: اینچنین و اینچنین فرمود. ششم، ذکر اولین کسی که سرش را از سجده می بردارد جبریل علیه السلام است، یعنی در این فضیلت است. هفتم، او برای همه اهل آسمان ها می گوید زیرا آنها از او می پرسند. این دلیل بر بزرگ بودن او در بین آنهاست. هشتم، همان را بیهوشی برای اهل آسمان ها را فرا می گیرد. نهم، بلفظ آمدن اهل آسمان ها از کلام الله تعالی یعنی از روی تعظیم الله سبحانه و تعالی. دهم، این که جبریل وحی را به جایی که الله او را دستور داده است می رساند زیرا او امین است. یازدهم، ذکر پنهانی گوش کردن شیطان ها. دوازدهم، صفت سوار شدن آنها بر بالای یکدیگرشان. سیزدهم، فرستادن شهاب
سنگپاره ها که سخندزدان را می سوزاند. چهارده ها البته او را شیهاب می رسد پیش از خبر دادنشان و گاه در گوش دوستی انسیش نمی رساند از اینکه شیهاب به او برسد. پانزده ها فالبین گاه را راست می گوید. شانزده ها با سخنی که از آسمان شنیده است صد دروغ دیگر اضافه می کند، یعنی بر سبیل مبالغه نه تهدید. هفده ها دروغ او تصدیق کرده نمی شود مگر به خاطر آن کلمه ای که از آسمان شنیده است. هجده ها نفس ها باطن را قبول می کنند، چگونه دلباخته یک سخن حق می شود و صد دروغ را به اعتبار نمی گیرند. نوزده ها کلمه را از یکدیگر می آموزند و حفظ می کنند و با آن دلیل می آورند، زیرا آن کلمه متاعشان را رواج می دهد و اگر همه متاعشان دروغ می بود رواج نمی یافت. بیستم، اثبات کردن صفت ها برخلاف اشعری های معطله. بیست یکم، آشکار نمودن این که آن لازم بیهوشی از ترس الله سبحانه و تعالی می باشد. بیست دوم، البته آنها برای الله به سجده می روند، یعنی از روی تعظیم الله سبحانه و تعالی و تقوا کردن از چیزی که می ترسند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.